از کنسرت تتلو و درآمد خفنش، شکایت هیچکس از ویلسون، حضور خلسه در شبکه ام بی سی پرشیا، تا آلبوم جدید کچی بیتز، بیف جنجالیش با علی اوج و تهدید قاف توسط ویلسون. سلام دوستان ایپرپ، چطورین گنگسترها؟ من منتالم، من هم اینم و به چنل یوتیوب ایپرپ خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. قبل اینکه بریم به ویدیو برسیم، حتما ویدیو رو لایک کنین، چنلم ساب کنین، اون زنگوله منگوله بغلم بزنین تا از ما حمایت بشه. امروز اومدیم به حواشی چند روز اخیر رپ فارس بپردازیم، بریم با هم داشته باشیم. از حاشیه اول شروع می‌کنیم، کنسرت تتلو که تو کنسرتش 3555 تا بلیت فروخته شد که درآمد عجیبی هم رقم زد، 38 میلیارد تومان. خدای رقم بالایی ها، یعنی 38 میلیارد خیلی عدد خوبیه واسه یه شب یه کنسرت. آره، البته اینو بهتون بگم که 38 میلیارد صرفا به تتلو نمیرسه، اون وسط برنامه گذار، نوازنده، منیجر، به کل اون افراد میرسه و هر کسی سهمی داره. همونطور که خود تتلو هم یه پست گذاشت، گفت آقا این 38 میلیارد فقط به من نمیرسه، من از روی این پول فقط یه دونه ماشین خریدم و یک ویلا هم توی ترکیه اجاره کرده که اجاره یک سال اون ویلا رو از این کنسرت داده. تو این کنسرت مادر تتلو و سحر قریشی حضور داشتن که احتمالاً ازدواجشون رو خواستن رسمی کنن و دیگه رسمی شد دیگه، اجرای دیگه، خانوم هم سحر قریشی و البته حواشی دیگه هم داشت این کنسرت. مثلا اینکه تتلو دو سه نفر رو از کنسرت انداخت بیرون، البته این تذکرها رو قبلا داده بود تو چند تا پست تتلو که آقا اگه کنسرت من میایین سر صدای بی خودی نکنین، داد و بیداد نکنین، من از کنسرت میندازمتون بیرون، که این اتفاق افتاد. متاسفانه چند نفری شلوغکاری کردن و تتلو هم به اون تیم امنیتی گفت آقا اینا رو از کنسرت بندازیم بیرون، که حالا دیگه حواشی خاص خودشه. یه سریا گفتن کار خوبی کرده، یه سریا گفتن کار خوبی نکرده، قضاوت با شما. نکته بعدی که باید بهش بپردازم این بود که متاسفانه بعد از اینکه کنسرت تموم شد یه سری ویدیوهایی اومد بیرون که حالا یه سری طرفدارا به صندلی‌های اونجا آسیب وارد کرده بودن که اصلا کار درستی نبود. آره، بعد یه نکته دیگه هم خیلی مهم بود واسه هم جالب بود، این که کفش تتلو توی کنسرت آره 200 تومن قیمتش بود، 200 میلیون تومن. آره 200 تومنی که میگه خیلی ها، 200 میلیون تومن پول یه کفش، عجیبه که کفش همین تتلو بود. آره، که این هم نکته جالبش بود. نکته بعدی که باید بهش بپردازیم، یکی دو روز بعد از کنسرت شاهرخ استخری، اگه اسمش رو اشتباه نگم. آره، شاهرخ استخری درسته؟ آره درست. توی سریال چی بوده با سحر قریشی؟ جنش رو دل نوازان بود. خب تو دل نوازان اینا فکر کنم شاهرخ استخری شوهر سحر قریشی بود. زن و شوهر بودن. آره، زن و شوهر بودن که بعد تو اون سریال میاد شاهرخ استخری میزنه تو گوش سحر قریشی تو اون سریاله، بعد اومده توییت کرده که آقا یکی از طرفداران تتلو رفته توی دایرکتش گفته تو غلط کردی که تو سریال دلنوازان زدی توی گوش سحر قریشی. اینم یک توییتی بود که خیلی وایرال شد. دومین حاشیه که باید بهش بپردازیم مربوط میشه به سروش هیچکس و سامان ویلسون. داستان از این قراره که سامان ویلسون یه وایس گذاشت، گفت آقا تو این چند روزه سروش هیچکس و خانومش یعنی آزاده اکبری اومدن از من شکایت کردن و پیج اینستاگرام و چنل تلگرام رو ریپورت دادن. بریم این وایس رو با هم بشنویم و برگردیم. بچه‌ها این رو بزنین بهتون بگم، یه واقعیت، این یه چرت و پرت مزخرف کنا نیست، واقعیت رو میخوام. سروش از من شکایت کرده، اولا یه ریپورت سنگین اومده به تلگرام که به من ایمیلش زده شده، من میتونم این ایمیل رو پست کنم ولی من این کارو نیستم که من پست اینو نمیدونم چیز اون رو اینا رو بذارم فعلا، ولی اومده به من که این از تو یه کامپلینتی داشته. کی؟ خود همین سروش. خانومش از طریق اینستاگرام اپلای کرده روی اون لایوی که من گذاشتم، برده داستانو توی جریانی که اونجا داره پیگیری میشه که حرفای من درست بوده یا غلط، خدا میدونه چی بشه. اینا دیگه یه مدل خاصی اند، میدونین. گفتم بدونین که این رفته تو این داستان، همین الانی که دارم باهاتون صحبت میکنم این دیگه ربطی به هیچی نداره، دارم میگم این رفت تو این دانس، من با این داشتیم میدیدین چه جوری داشتیم رفتار میکردیم، این داستانو برده اینور الان. در سومین حاشیه میپردازیم به اشکان فدایی و سامان ویلسون. چند روز پیش اشکان فدایی یه توییت زد که مخاطبش سامان ویلسون بود. حالا نوشته بود که سامان ویلسون هنوز فرق یه تیک و یه تیک رو نمیدونه، اشتباه داره میگه. بریم این توییت و وایس رو با هم بشنویم و برگردیم. صداهاشون هم یه جوریه که
دو خط از رو کاغذ بخوام بخونن صداها چیه؟ مغزشون. دو خط از رو کاغذ بخوام بخونن اینا توپق میزنن. من الوئل رو تو یه تیک ضبط میکنم، تو یه تیک تو کنسرت میخونم. که در جواب این توییت که فدایی گذاشت، سام ویس اومد توی چنلش یه وایس گذاشته بود که اون وایس هم بریم با هم بشنویم و برگردیم. اون یکی اومده به من آخر همه حرفا اومده به من میگه تو فرق تیک و تیکو نمیدونی. چرا تو نمیدونی؟ من میگم تهران شمال و یه تیک رفتم یعنی بدون استاپ رفتم. تیک مال یه چیزیه که فقط آدمایی که رپ میخونن و استودیو میرن میگن که یه تیک یعنی تو یک ضبط شدن صدا. چی میگی اصلا بابا یارو؟ من واقعا بیا آهنگ بخون یه چکشت کنم تمومشو بره دیگه، این حرفا چی هستن؟ چهارمین حاشیه میپردازیم به دیسترک سامبوی به نام ریپ، که تو این دیسترک افرادی که براتون میخونم و دیس کرده انقدر زیادن باید از رو بخونم. زیرو، تونی وان کید، جی جی، لیتو، پوبون، سیجل، وانتونز و و و خیلی ها رو دیس کرده، یعنی یه دیس آل حساب میشه. آره. پنجمین حاشیه مربوط میشه به سپر خلصه. خلصه یکی دو روز پیش توی یوتیوبش یه ویدیو آپلود کرده بود که حالا با خانومش نشسته بودن در مورد یه موضوعی صحبت میکردن. یه قسمت از اون ویدیو داره میگه که آقا مردم رو نباید جدی بگیری و حالا یه سری صحبتهایی که کرد که توی حالا اینستاگرام و تلگرام و این ور اون ور مخاطبا ناراحت شدن، واکنش نشون دادن به این ویدیو، ویدیو وایرال شد. حالا بریم این ویدیو رو با هم ببینیم قضاوتش با خودت. اینو از تتلو یاد گرفتم، هرچی بیشتر مرد بیشتر حال میکنه. در ادامه این حواشی مربوط به سپر خلصه میپردازیم به شرکتش در مسابقه ای در شبکه ام بی سی پرشیا که تو اون مسابقه 38 میلیون تومن برنده شد. بریم قسمتی از این مسابقه رو ببینیم. تو روش نوشتم میخوام بیام دستت کنم بیایی یه سینه ریز. مورد ششم میپردازیم به آلبوم جدید آرتا به نام سونامی، آلبومی که پیش فروش شد و آرتا ته لایوی که گذاشته بود گفتش که آقا این آلبوم 12 تا ترک داره، 4 تا موزیک ویدیو داره و اولین ترکش هم تقریبا یک ماه دیگه منتشر میشه. نکته جالبی که در مورد این آلبوم به چشم میخوره اینه که آرتا اومده کاور آرت آلبومو به صورت NFT در رنگ‌های مختلف پیش فروش گذاشته و به مزایده گذاشته. قیمتش هم 15 میلیون تومنه. بریم این طرح NFTش هم با هم ببینیم و برگردیم. حاشیه بعدی مربوط میشه به نیما نیموش و زیرو تونی وان کید. از جای شروع شد که نیما نیموش چند روز پیش استوری گذاشت، گفت آقا اینا فقط توی دیریل بازا کارشون خفنه و اسم تونی نبود توشون. تونی هم ناراحت شد توی تلگرامش چند تا وایس گذاشت علیه نیموش، باز نیموش اومد علیه تونی وایس گذاشت. خلاصه که اینا یکی دو روز با هم درگیر بودن، کلی وایس رد و بدل کردن و این گفت من کلتو میخوابونم، اون گفت من کلتو میخوابونم و دیگه وایساشون خیلی زیاده دیگه. در همین حد بدونید که این اتفاق افتاده بود. مورد بعدی میپردازیم به آلبوم جدید کچی بیتز به نام یا 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 یا. چینی صحبت میکنه موین، فکر میکنم تلفظ اصلیش باشه یه همون چیزی که کچی بیتس استفاده میکنه توی موزیکاش. آره. که این آلبوم شامل 10 الی 17 ترکه و تو اون لیتو و پوتکم هستن و کچی بیتس هم گفتش که 23 اردیبهشت همزمان دو تا موزیک ویدیو از این آلبوم منتشر میشه. بریم تیزر آلبوم رو با هم ببینیم و برگردیم. مورد بعدی کمک کچی بیتس به نیازمنداست که دمش گرمه و تو ویدیو همه چی مشخصه، متوجه میشین. بریم ببینیم. طبق صحبتی که با کچی داشتم و هماهنگی که با هم کردیم، قرار شده یه مقدار برنج از طرف بازرگانی خودمون به نیابتشون و یه سری از روغن و چایی و مرغ و اینا از طرف گروه خیرین عشق باز بیاریم و بین نیازمندان پایین شهر تهران توزیع کنیم. مورد بعدی بیف بین کچی بیتس و علی اوج. داستان از اونجای شروع شد که کچی بیتس تیزر آلبومش رو منتشر کرد که دیدین. علی اوج چند ساعت بعد اومد یه فریستایل منتشر کرد که یه افکتی روی اون فریستایل بود که به اصطلاح VHS بهش میگن که روی تیزر کچی بیتس هم بود. بریم اول این فریستایل اوج رو ببینیم و برگردیم. تصفیسی یا سفید نیست، همه دور و وریان بریدم اونا فکر میکنن که همه اوجیان. خب حالا این فریستایل رو دیدین،
این داستان جنجال به پا کرد. اون همین بود که کچی بیتس گفتش که آقا علی اوج از ما کپی کرده، اول ما اومدیم این کار کردیم و این داستانا. یه وایسی داد به علی اوج، بریم این وایس کچی بیتس هم گوش کنیم و برگردیم. به من میگن تو مارکت اینسپیریشن، یعنی چی؟ یعنی ایده برمی‌دارید من، یعنی چی؟ یعنی هر موقع من کاری می‌کنم یه سری سیستم جدید میارم تو مارکت که همه بیان روش بردارن بزنن حال کنن. خیلی راضی ام از این سیستم. یعنی من الان اگه گوجه رو بردارم بذارم رو سرم چه اتفاقی میفته؟ سوهر اگه گوجه رو بذارم رو سرم، گوجه رو همه گوجه میذارم رو سرم. چرا تاش یه گوجه گندیده بتونم، تاش یه گوجه گندیده میذارم رو سرشون. آقا بذارید ما کارمون رو بکنیم دیگه. تم ما وی اچ اس واسه این سیستم. حالا اد تا ما گذاشتیم فرداش داداشمون دستش دارم ولی خیلی باحال. بی خیال شید بابا، بی خیال شید تا دورا. بعد از اینکه کچی بیت این وایس رو داد، علی اوج عصبانی شد و اومد خب اونم یه وایس تو چنلش گذاشت و به کچی بیت یه سری حرفایی زد که بریم این وایس هم با هم گوش کنیم و برگردیم. چی میگی کچی؟ تو کچاپی میزنم تو ساندویچ رفتی میخورم دشقی جون. اوج علی تو رو میخوره با سوس سری. اگه گوجه سرت بزایی با پا میام کلهت بشه کچاپ چاقی. خوب گوش کن من چی میگم. قبل تو من از این سال ویدیو استفاده کردم. قبل منم هزار نفر دیگه استفاده کردم. چیزی نیست که این سالی برای تو باشه. کار جدیدی نکردی که بخوای مدعی باشی. داستان شلوالیه. همه شلوالی میپوشن. اگه دنبال دانسی بیا بتل تو اوجی بد ترکونت داشی. فقط سوئد با هم تو که پولا رو میریزه تو حساب تراوی سنگین برای اوجی هم سنگین بزنه. تو بازی با ما سنگینه داشی. میدونی که این بازی مال ما داش. اوجی قدره حواست باشه. اوجی دیوونه میمونه است. یعنی یه جایی اومدی قش اذیت میشی برات بد شد. میدونی؟ چه میدونم شاید مثلا دو سه نفر دیگه بتل میکردی پشت پرده بهشون زنگ میزدی سلام داشی چطوری الان اینو بگو الان داداش دیگه این خبرونی داداش باهات صحبتی نداره. تو این جریانا میای منیجرتو میاری شماره شبمو میگیره با احترام کشو میزنه میگه خدمت ستون دل بیتو میفرسته چکتو میخوری میری همین اصلا صحبت دیگه نمیمونه. میدونی که داشی خودت هم سوژه نکن داستان سامانویسان نشه. اومد امینم و کابه کرد بعد گفتم مختره رپ فارسم بعد زمان گذشتش رفت مصاحبه گفت من یه بچه 10 سالم اونجا. کاری نشه که طوری نشه که اینطوری بخوای جمعش کنی. میدونی اون موقع سوژه میشی میری توی لیست کسایی که نباید بری. آره داشی حواست باشه. بعد یاد باشه اون دوره که من میگفتم گفته بودم عروست میکنم چاغال تو اند خانم جی جی بعدش زمان گذشت مردم اومدن گفتن چرا از واژه خانم استفاده کردی؟ گفتم آقا معذرت میخوام منظورم اون نبوده. تازه اون ایده ای که من قدیما دادم 10 سال پیش سامانویسان و مهراتی دن کسایی که دوستای خودت هم بعد 10 سال اومدن اینو اسکی رفتن. ببین دیگه داداش داستان چیه. اونا از 10 سال پیش اوجی اسکی بودن. تو که دیگه داداش اصلا منی. این دوتا وایسی که شما شنیدید مختصری از وایسای خیلی زیاد کچی بیتس و علی اوج بود که هر کدوم فکر می‌کنم 70 80 تا وایس به هم دیگه دادن، اما خب در همین حد کفایت میکنه. در ادامه علی اوج اومد کچی بیتس رو به بتل دعوت کرد، گفت آقا بیا با هم بتل کنیم و اینا. کچی بیتس گفت آقا تو در حد من نیستی، واسه من کش نمیاری و بتل علی اوج رو رد کرد. حالا باید ببینیم که این داستانشون به کجا میرسه، آیا بتل میکنن، فیت میدن، ما هم داستان میکنن یا نه. تو همین تلگرام تموم میشه. مورد بعدی آلبوم جدید ایمانمونه که تو پادکست عرفان گفت اسم آلبومم دو قطبیه و یک ماه و نیم دیگه حدودا منتشر میشه و توی اون آلبوم اعضای پایدار هم حضور دارن. مورد بعدی در مورد فرشاده که موزیک جدیدش به نام مست منتشر شده و از پلتفرم خودش در یوتیوب بشنوید. آهنگ قوی شده، حتما برید بشنوید. حتما. مورد بعدی مربوط میشه به زدبازی که توی دبی کنسرت داشتن. کنسرتشون هم مشترکاً با آرش خواننده پاپ بود و طبق معمول هم این کنسرت سولد اوت شد، تمام بلیتاش فروخته شد. بریم یه تیکه از این کنسرت هم با هم ببینیم و برگردیم. حاشیه جنجالی آخر مربوط میشه به سامان ویلسون. سامان ویلسون اومد توی چنل تلگرامش وایس گذاشت و حالا جالبش اینه که مخاطب این وایس مخاطبیه که تا حالا اصلا سامان ویلسون بهش چیزی نگفته، اونم به سامان ویلسون چیزی نگفته، کسی نیست جز علی قاف که وارد این داستان شد و سامان ویلسون گفتش که آقا حواستون باشه به من چیزی میگین واسه علی قاف داستان نشه. بریم این وایس جنجالی رو با هم بشنویم و برگردیم. همون که چند روز پیش گفتم ببینین یه حرفایی زدین که موقعیت همتیمیاتون رو خیلی به خطر انداختین. سین شین سات زا تا زا این قین ف قاف من کاری ندارم. یه دونه از اینا بیاد با من مثلا بخواد، یعنی شماها با من اصلا اینم نه این بنده خدا کاری نکنه، شماها با من درگیرشین یهو یقه اینو یه جوری میگیرم که باورتون نمیشه، یعنی گریهتون میگیره. اینجوری بگم حواستون به اینجاش باشه کلا بچهای ملتفتی. خب بچا این ویدیو هم تموم شد. نظرتون رو در مورد حواشی اخیر واسمون کامنت کنید. آره بچه ها کامنت بزنید که آیا حال میکنیم با این حواشی. اگه حال میکنیم ما ویدیوهای بیشتر و آپدیت تری واسه تون درست کنیم. ویدیو رو هم لایک کنید خواهشن، چنل هم ساب کنید، زنگوله منگوله بغل هم بزنید تا از ما حمایت بشه. مرسی تا اینجای ویدیو رو دیدین. مخلصیم تا ویدیو بعد.